محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در نشست مشکلات ولایت کابل، غزنی، نورستان، فرا، سرپل، سمنگان، میدان وردک، خوست، تخار، بادغیس، بغلان و فاریاب را در حضور اعضای کابینه، نمایندگان و سناتوران ولایات مذکور بررسی نمود. در این نشست که شب گذشته در ارگ انجام شد، ابتدا والیان ولایات مذکور کارکردها و مشکلاتشان را بر رئیس جمهور ارائه کردند. سپس شماری از وکلا و سناتوران این ولایت از ابتکار رئیس جمهور که برای نخستین بار از آی کابینه والیان و نمایندگان ملت را زیر یک سقف جمع نموده اظهار قدردانی کردند شمار زیادی از نمایندگان ضمن ارائه پیشنهادات و نظریات خود به رئیس جمهور از حضور گروه های مسلح غیر ابراز نگرانی نموده و خواستند که حکومت علیه این افراد به گونه جدی اقدام نماید وکلای ولایت مذکور مشکلات منطقویشان را برشمردند و خواهان توجه جدی حکومت در حل آنها شدند آنان تأکید کردند که شورای ملی به خاطر مبارزه با پدیده فساد اداری نیز با حکومت همگام و همکار خواهد بود رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش ها صحبت های والیان وکلا و سناتوران ضمن تشکر از حمایت هایشان از برنامه اصلاحی حکومت گفت اعضای محترم مشران جرگه و ولسی جرگه به یک نتیجه واضح برسن که نو بحث چه تو انسجام بده چی نو بحث باشه که زیادترین نتایج داشته باشه و در پیش از اینکه شما به رخصتی برین بر مکلینتان واضح باشه که خواستای مکلینتان انکاس دادین و در دا دست داشته های دولت و هم محدودیت ها بر هم واضح باشه رئیس جمهور خاطر نشان کرد که برای آوردن اصلاحات در حکومت ضرورت به اجماع سیاسی می باشد و از نمایندگان مردم نیز خواستار همکاری در این زمینه گردید رئیس جمهور غنی گفت ما به خاطر آوردن اصلاحات بنیادی به فشارها تسلیم نشدیم و سلی قوی رفتار نمی کنیم رئیس جمهور کشور گفت که گزارش کاری 24 ولایت تکمیل گردیده و ولایت باقی مانده به زودی گزارش هایشان را ارائه خواهند کرد رئیس جمهور گفت که سلسله دعوت شدن والیان به کابل برای اشتراک در جلسات شورای امنیت کابینه و صحبت رهبری حکومت با آنان از طریق کنفرانس های ویدیوی نیز ادامه خواهد یافت اقدامی که از جانب تمام والی های ولایات ستوده می شود رئیس جمهور غنی گفت پلان ما امروی والی سای با چیست؟ یک هر والی به صلاحیت دادیم که موجودیت قوای امنیتی را دولت خود بررسی کنه و تثبیت کنه. چند نفر واقعا وجود داره کدام اکمالات وجود داره منابع به چی رقم مصرف شده؟ تا یک تصویر واضح داشته باشیم ظرفیت ما روی کاغذ در ظرفیت واقعی باید مقایسه شد تا بتانیم بفامیم که ظرفیت واقعی چیز از چی رقم استفاده میکن دوم از والی سایبا خواستیم که به صورت واضح خطرات را که در ولایت وجود داره به اساس یک طبقه بندی واضح ترتیب کنیم و شریک بسازیم رئیس های امنیت محترم امیال در کابل هستند از اونا درخواست کردیم که ده در سفر هر کدامش خاص رو به ما تسلیم کنیم رئیس جمهور کشور از والیان خواست که باید در زمینه جلب و جذب افراد به صفوف قوای امنیتی و دفاعی کشور تلاش کنند او همچنان گفت که برای ازدیاد تحرک در صفوف قوای امنیتی و دفاعی کشور همواره با رهبری نیروها در تماس است رئیس جمهور کشور افزود فرصت ها و مشکلات باید بسط زونا بیاد ولایت کافی نیست چون تا یک دیدگاه واضح زونا نداشته باشیم مشکلات به صورت اساسی درک نمی رئیس جمهور غنی در پاسخ به پیشنهاد نمایندگان مردم به خاطر منحل شدن گروه های مسلح غیر مسئول گفت ای پیغامتان در قسمت افراد مسلح غیر مسئول یک پیغام واقعا ملیست اینال ما عمل کده میتون. که به یک کاملی کار کنیم و کار با سلیقی نکنیم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان علاوه کرد که افغانستان تلاش دارد با عملی سازی پروژه بزرگ داخلی و منطقوی به حیث یک مرکز ترانزیتی منطقه مبدل شود او با آغاز کار پروژه تاپی اشاره کرد و گفت که این پروژه نخست در راستای تطبیق پروژه بزرگ در منطقه خواهد بود او همچنان افزود که کار پروژه های عمده انکشافی در ولایت باید تکمیل گردد و در صورت تعلل قراردادی در تکمیل کار پروژه قرارداد تجدید خواهد شد رئیس جمهور غنی همچنان گفت که کار عملی شماری از بندهای آبجوریان دارد و تا سال آینده شماره از آنها به شمول بند سلمای هرات تکمیل خواهد شد و ای اضافه کرد که کار عملی پروژه 500 میگاوات برق در سال آینده نیز آغاز خواهد شد که سالانه 300 میلیون دلار از این درک برای افغانستان پرداخت می شود و ما می خواهیم که افغانستان به مرکز تجارت برق مبدل شود